مردها کلن سه دستند. دسته اول مردهایی که شاسی بلند انداختن زیر پای خانم، سر تا پای خانم رو جواهر گرفتن، لباسهای خانم همه برند، حساب بانکی خانم وای و گلا، و اجازه هم نمیدن که همسرشون از پای ماهواره دیجیتال با دیش گردونش جم بخوره. به اینا میگن مردهای واقعی. دسته دوم مردهایی هن که صبح تا شب جون میکنن، اجاره خونه میدن، قبض آب و برق و گاز و تلفن میدن، هزینه تحصیل بچه ها رو میدن و هزینه های خانم رو. بعد که از خانمش سوال میکنی فرهاد خیلی پسر خوبیه، خیلی زحمت میکشه نه طفلک؟ خانمه یه لبخندی میزنه میگه دندش نرم. به این دسته از مردها میگن مردهای دندش نرم. دسته سوم مردها هم مردهایی هستن که کارخونه داشتن، ویلا داشتن، ملک و املاک داشتن، همه چیزای خوب داشتن، منتها فرقشون با مردهای دسته اول اینه که 2 سال پیش عمرشون رو دادن به شما، بعد همه اینا مونده برای همسر و بچه هاشون. به اینا میگن مردهای رویایی. بقیه هم کلن نامرد. بنا به تحقیق دانشمندان و دیرینه‌شناسان، اولین بار در عصر استخوان بود که انسان چیزی از روابط اقتصادی نمی‌دانست و برای به دست آوردن هر چیز به زور متوسل می‌شد. در دومین عصر استخوان بود که انسان فهمید خشونت همیشه کارساز نیست و برای داشتن چیزی باید معامله پایاپای داشت. این اولین رابطه اقتصادی انسان با انسان بود. افتن گرد دک افتن گرد و چورو بیری بچه ازی و؟ ازی می امی امی اونی بیری بچه اونه بکه گو هنوه دیده بده خود دست زنجان نداری بیری بچه اما یا چرا آقا ادی بره گو گو آی بیری بیری بچه گیره بلی آناناس اون میده ابا بو بو اینی بیری و اونو بیری بچت ایری بیری بچت اونو میری بابا ایری بیری بچت اونو میری بابا ایلا ای بو با اوی بابا اون میری بابا ای میری بابا اون میری بابا ای میری بابا آقا پاشو بریم اختلاس اختلاس و این چنین بود که اولین اختلاس بشر پدید آمد. بینندگان عزیز، امروز به میان شما اومدیم تا در رابطه با اقتصاد از شما بپرسیم. همونطور که میدونید اقتصاد امریه که با زندگی عادی مردم در ارتباطه. با ما باشید. دوست عزیز میبینم تو صف ایستادین. چه صفیه اینجا قربان؟ صف وام تعمیر مسکن. چقدر وایسادین تو صف؟ از سال 1374.
یعنی 18 سال شما تو صفین؟ بله، من تو همین صف با همسرم آشنا شدم، تو همین صف ازدواج کردم، تو همین صف بچه دار شدم. بچه‌م هم الان اون تای صف همین جا میخواد دیپلم بگیره، تو همین صف دیپلم میگیره. ما کلاً با لباس سفید تو این صف میایم، بعد با لباس سفید هم میریم. با توجه به تلاش روزافزون مسئولین برای ایجاد شغل، شما ایجاد شغل رو چجوری ارزیابی میکنید سرکار خانم؟ ایجاد شغل واقعا خیلی پیشرفت داشته، همه الان شغل دارن. اصلا چه راه دور بینیم، خود شوهر من 5-6 تا شغل داره. صبح تا ظهر دانشگاه تدریس میکنه، ظهر تا بعد از ظهر مسافرکشی میکنه، بعد از ظهر تا شب دلیوری پیتزاست، شب تا صبح سرای داره. یک مجتمع مسکونی بسیار شیکه، فقط صبح به صبح نون گرم میگیره، پامیشه میاد خونه، روی بچه‌ها رو میبوسه، از من خدافظی میکنه، دوباره برمیگرده میره سر کارش. واقعا جا داره که من اینجا صمیمانه از تمام تشکر کنم. واقعا مردم ما که این همه شغل داشتن. الان این پایینش هم باید امضا بشه. بله همونجا هم باید امضا بفرمایید. متشکرم. وقتتون بخیر. این پرشه مبلغ تا بیخ. آقای رئیس ببخشید، مشتری اومده میگه این تا بیخ پرشه. تا بیخ. سلام آقای رئیس. سلام. قشنگ میشه. نوبت شونه؟ نه خیر، نوبت ایشونه. بله آقا، نوبت منه. خیلی هم عجله دارم. خانومم زایمان کرده، بیمارستان گفته تا پولو نگیره بچه رو تحویل نمیدم. بذار به کارم برم. من معذرت میخوام. زایمان کرده. چشم شما روشن. ممنون از شما. دختر یا پسر؟ دختر. سرپرستی. فکر کنم آدم مفیدی بشه برای جامعه. چشم. خدمت شما مبارک. با اجازهتون. خدا خدا نگهدار. همون زیری است. بله دکتر، شما رو فشارم باید بنویسید. خواهش می‌کنم. تا بیخ پش. پسرم این کارا آخر عاقبت. قربونتون برم آقا رئیس، من نصیحت خیلی برای من کارساز نیست. نصیحت نه. خب ماشین نیومده. من ماشین نگفتم بزنین، چه پول میخوام. خب ماشین پولو میاره. بله آقا پول ندارم، منم پول میخواستم نداشتن. چک بانکی قبول کنید کارتون را بانو. شماره 12 باجه 1. بانو خانم محترم، من از شما چیزی نپرسیدم، اینو پر کنین پول من برم. من بازم به شما میگم پسرم این کارا آقا شما پدر من نیستی. دارم مهربون قشنگ. آقا چرا وام بانکی نمیگیری؟ فقط هم 26% سود میدی. بهتره که کارت هم راه میفته. متنفرم از وام. چرا متنفر؟ ببین وثیقه من ندارم، سند. وثیقه نمیخواد. وثیقه حرفا چی؟ وثیقه دو تا فرم بده. نه دو تا فرم بده. من ضامن ندارم. ضامن که اینجا خب خود من هستم، من تشخیص میدم چی ضامن میخواد. بیا اینجا جناب. شما فقط اینجا رو امضا بکنید. آقا من شناسنامه ندارم. شناسنامه ایشون دارم. بفرمایید اینجا رو امضا بکنید. اینجا اینجایی که نوشته متقاضی. یکم این بعد بله پشتش هم امضا بکنید. بفرمایید. خواهش میکنم. عزیزه میخوام پشت اینو امضا کنید. پشتش هم بله. عکس همراهتون نیست؟ من اصلا کلا عکس ندارم. عکس ندارین؟ خب عکس ایشون رو میذاریم اصلا. خب به هر حال منو بیخود اینجا نذاشتن که. نام پدر؟ بله. من پدر ندارم. اصلا ایرادی نداره. من به شما گفتم پسرم من جای پدرشون دیگه. که اصلا پولا رو ندام. اصلا من میدم پولا رو امضا کن. چی میگی؟ حمبل هم اصلا حال ندارم بیام با قسم. میگم ایرادی نداره. همینجا اینو امضا کن، پشت اونم باید امضا کنی. آقا اشاری رو بیا.
آبی و سیب زمینی شفق روده کیلو 500 ترد و خوشمزه. این چی نمیفروشی؟ این که سنگ میفروشی. کجا سنگه؟ سر بچه بزنی میشکنه سرش. من این خودم کشتم اینو توی زمین بالا 40 کیلومتری این وجاده بالایی ما اینجا منه. دامداری داریم میخوایم ببریم بدیم غذای دام بخوره. او کیلو 500 ببر خیرش ببریم. کیلو 300 تومن بده بدم هر بابا 350 بگی دیگه من زنم چیز زخم معده داره مریضه برم دارو درمان بر خدا بده برکت. بودو بودو بیا سیب زمینی دارم بودو بودو سیب زمینی برای آبپز دارم سیب زمینی برای سرخ کرده دارم چی چی سرخ کرده آبپز چی داشتم 5000 تومن 4500 تومن برای آبگیر خراب میشه یه شکل آبگیر پنج نداره دیگه اینا پولش فرق میکنه سیستم آبیاریش فرق میکنه با دستمال نم اینا رو آب دادم دیگه آقا ارزم چند کیلو چند بده ببینید کیلو 5000 تومن خیلی خاصیت داره کم کرده دست اون تر بده بعد ما میشه بریم دیگه سرطانه هم تر بده میگی ببرم کیلو 5000 تومن 4500 تومن اینا رو میدم آبیاری خاصیت بردا بردا عزیز دادم خدا بهت بده اونم بده من بردا بابا بردا بردا سیب زمینی غنی شده کیلو 20 سیب زمینی غنی شده کیلو 20 آقا چه خبره چرا گرونه از این غنی شده تو دست من انداختم آبه مش دادم چرخوندن غنی شده است گرونه چه فرقی داره با سیب زمینی معمولی سیب زمینی از معلومه دیگه سیب زمینی واسه یه ژامبون خوش با کباب برده چه فرق میکنه خب خیلی فرق میکنه دیگه فردا هستی فردا نیستم کی میدونه کی هستش کی باشه کی نباشه عزیزم همینه میخوای ممکنه گرون بشه برو همه دیگه مغز یوسپلنگ زیمبابوه مداوا کننده دردهای معده همه جور درد معده مغز یوسپلنگ زیمبابوه آقا درمان جان تو خدا راست میگی برای زخم معده خوبه بله 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 اینو باید قاطی کنیم با نخود فرنگی و سس مایونز و یه معجون خوشمزه میشه بسیار خوشمزه درمان کننده دردهای معده است چند میدی آقا کیلو دونه اوه دونه 250 هزار تومان کیلو دونه 250 آقا من میخوام ولی پولم خیلی کمه برای زنم میخوام پولتو بده یه جوری با هم کنار میام این تمام پول من کوچیکاشو بده دادم دیگه یه جوری با هم کنار دست شما درد برای زخم معده خوبه بمال خانم تو با مغز یوسپلنگ زیمبابوه یه چیزی هم داریم به نام شکاف طبقاتی یعنی اول ترک بود بعد قاچ خورد الان کلن شکافته شکل ایجادش هم اینجوریه که یه عده کار میکنن هی میرن پایینتر یه عده کار نمیکنن هی میان بالاتر البته مسئولین چند ساله که میخوان یه جوری این شکاف رو پر کنن منتها خب یه روز بیل نیست یه روز خاک نیست یه روز مسئول مربوطه گرفتاره ولش کن ها جانم مزاحم شدم خونه برای رهن اجاره میخواستم چقدر بودجه داری؟ 15 تومن پیش 500 تومن هم برای اجاره 15-500؟ بله خونه میخوای؟ یا داری دنبال انباری واسه وسایلت میگرد؟ خونه چند نفر هستی؟ ما 3 نفر ها؟ من و همسرم و با پسرم هاشه آقا جون هاشه زده زیر شیکمت ما خونه نداریم واسه 3 نفر یعنی چی آقا؟ یعنی این که تو مثل که قیمت ها حالیت نیست یا باید پیش تو ببری بالا یا اجاره تو ببری بالا من نمیتونم ببرم بالا ندارم دیگه. نداری که نداریم ما پونه نداریم لگه 2 نفر بودین یه چیزی ببینم میتونین یکیتون رو کم کنین جان نمیشه چجوری یکی کم کنیم من سن بچه‌مو دوست دارم آخه میتونه به حال نمیشه دیگه میگم بچه رو یه کاریش بکن بچه‌م من عاشق بچه‌م هستم من بچه‌مو خیلی دوست دارم ولی چون زندگیمو من خیلی بهش اهمیت میدم و دوست دارم بچه رو یه کاریش میکنم میبرم بهسیسی میذارم یه خونه جور کنید پس برای 2 نفر بودجه چقدره همون 15 تومن 500 نداریم آقا جون با 15-500 خونه واسه 2 نفر نداری بفرمایید نیست یعنی چی نیست؟ یعنی نیست آقا جون تو مثل که قیمت ها حالید نیست یا اینو باید ببری بالا یا اونو گفتم که هیچ کدومشو نمیتونم ببرم بالا حالا اگر یه نفر بودین میشد یه کاریش کرد یعنی چی آقا؟ من زنمو دوست دارم من عاشق زنم هستم یه چیزی بگم بین خودمون باشه جانم من اول زندگی شمع و عود و اینا روشن کردم یه جوری مهریه رو پیچوندم رومانتیک کردم رفت ولی چون زندگیمو دوست دارم حاضرم همه کار بکنم زنم هم طلاق میدم یه لطف کنید پس یه خونه برای یه نفر جور کنید آه این شد بوجه چقدره؟
بودجم همونه، بودجمون نمیتونم کاری کنم، همون 515. خب حالا الان چند نفرین؟ عرض کردم حالا شدم یه نفر دیگه. پس تو دنبال خونه مجردی میگردی کسافت؟ تو داری دنبال جا میگردی کسافت کاری بکنی؟ نه بری با رفیقات نه شیشه بخوری؟ نه بشینی مواد مخدر بکشی؟ تو مجردی؟ مرد کسافت؟ برو گم شو. با نام خدا و با عرض سلام، اخبار این ساعت ایران و سایر کشورهای جهان را به سمع و نظر شما میرسانم. و باز هم افتخاری دیگر، گدایان و متکدیان تهرانی به عنوان ثروتمندترین گدایان جهان شناخته شدند. بنابر اعلام بانک جهانی، گردش مالی گدایان در تهران بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشورهای در حال توسعه است. مشاور وزیر صنعت و معدن و کشاورزی پس از دیدار با صاحبان کارخانه‌های تولید خودرو در جمع خبرنگاران گفت بنابر توافق جدید با خودروسازان، از این پس هر ایرانی می‌تواند به صورت از دم قسط صاحب یک خودرو شود. این خودروها شامل فرمان، چرخ و بوق خواهند بود و مابقی لوازم و تجهیزات آن به صورت آپشن به متقاضیان ارائه خواهد شد. با تلاش مأموران نیروی انتظامی، چند زورگیر که با استفاده از سلاح سرد و نارنجک اقدام به روبودن کیسه گوشت و نایلون میوه یک پیرزن کرده بودند، به دست قانون سپرده شدند. سخنگوی نیروی انتظامی ضمن تشکر از تلاش مأموران، از مردم خواست از حمل گوشت، میوه و برنج در معابر خودداری کرده و یا آن را در کیسه های سیاه رنگ بپوشانند. همکنون گوشت لخم گوسفندی و یاقوت کبود اصفهان بیشترین ارزش را در بین سارقین داراست. به دنبال واریز یارانه این ماه، موجی از شادمانی مردم را در بر گرفت. به گفته شاهدان عینی، مردم بلافاصله پس از دریافت یارانه خود راهی سفرهای جذاب و دیدنی به اقصا نقاط کشور شدند. به گفته سازمان گردشگری کشور، به طور متوسط روی هر کپ چمن در ایران 3 خانوار زیلو انداختند که این نشان از رفاه اقتصادی مردم دارد. و بالاخره اینکه بحران اقتصادی اروپا همچنان دامنگیر کشورهای حوزه یورو است. همکنون در بیش از نیمی از کشورهای اروپا، مردم در اعتراض به بیکاری خود و بیکاری مسئولان، به خوردن علوفه، گاز زدن درختها و بلعیدن کودکان زیر 5 سال مشغولند. پیش بینی می شود تا اواخر این هفته اروپا از هم پاشیده شود و بخش شرقی آن به سمت بخش غربی حرکت کند. این بود اخبار امشب. تا ساعتی دیگر و اخباری دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار. خجالت بکش آقا، این مدل گدایی قدیمی شد. پش برو پی کارت بینم، پش برو. خانم خانم خانم، جیبمو زدن، جیبمو همین رو زدن، پول ندارم برم خونم. تو را خدا به پول بده، تو را خدا به پول بده، خواهش میکنم. تو همونی نیستی هفته پیش درست همینجا اومدی گفتی کیفمو زدن پول ندارم گدام بدبختم؟ نبودی تو؟ ببخشید. پشت برو پیکارت. سلام خانم، ببخشید میتونم خواهش کنم یه کمک به من بکنید؟ باور کنید هر کمکتون 10% مردم نیازمند تعلق میگیره. اه؟ بله. چه جاله؟ به کیا؟ به زلزله زدگان بم. بم؟ بم که دیگه قدیمی شد آقا، یه چیز جدید بگید حداقل. زلزله اخیر، کیش، کودکان سرطانی، زنان بی سرپرست، بهزیستی، خانه سالمندان. قدیمی شد آقا،
این همه سنتیه دیگه، از مد افتاد. چیزای جدیدتر بگین، یه کمکای دیگه بخین. بفرمایید. متشکرم. Good afternoon, ma'am. Can I take your time for a moment? I'm a Berkeley graduate. I currently work at NASA. It's been difficult times these days. If I could trouble you for a thousandth of a man, it would be highly appreciated. Thank you. عزیزم غذا یخ کرد، چرا نمیای؟ اومدم. به به چه سبزی پلو ماهی درست کردم. آره دست درد نکنه. خیلی ممنون. بسه بسه بسه. آره حال دوباره میکشم. به 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 به. خیلی وقت بود سبزی پلو ماهی نخورده بودیم. به به. راستی ببینم این اومدن دلار درست بکنن عوض کردن؟ آره 480 تومنم گرفت. 480 تومن؟ چه خبره؟ راستی 240 تومن بده من. برای چی؟ عزیزم یاد رفته سه دون خونه بنامه توی سه دون خونه بنامه من. آها آره یادم رفته بود. ای بابا. بله این 100 و 200 و 250 خدمت خانوم گلم. بینا سب کن بینم 10 تومن. مرسی. بله 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 خواهش میکنم بیاین طبق دوم. کی بود؟ از نیروی انتظامی بود اومدم ببرنت. منو؟ برای چی؟ چکی که بابت کادو تولدم بهم داده بودی رفتم بانک توش پول نبود برام برگشت زدم. تو چک منو برگشت زدی؟ این نکنیم کار آی یه شبم نشد شام با هم بخوریم. سلام خسته چقدر سرده بیرون. چطورین؟ خوب. شکم کی باز شده؟ 5 دقیقه دکتر. فشار؟ 8/4. قلب؟ 46. پرونده این بیمار رو ببینم. بله دکتر. این عملش چیه؟ پیوند کلیه. پیوند کلیه؟ این 3,800,000 تومان پرداخته. چجوری پیوند کلیه؟ جز بیماره بی بضاعتمون بوده. همین قدم بیشتر پول نداشت آقای دکتر. 3,800,000 داده برای پیوند کلیه مگه میشه؟ بیشتر پول نداشته. دکتر چی تزریق کنی؟ چی تزریق کنی؟ آب مقطر. چی تزریق کنی؟ 3,800,000 داده تزریق هم خواهی بکنی بفش کن. خب این که با این مبلغ که پیوند کلیه نمچون شکمشو باز کردین بذار تداقل روده‌هاشو هواگیری کنیم ها؟ به اندازه پولی که داده دیگه چیکار کنم؟ بده من اون قیچی رو. کورتیزون بزن حالا. قرص جوشان بده من. اگه اینا بده زید بره بابا. Thank you.
دیگر نگران پولهای کثیف خود نباشید. دکتر عین ف پولهای کثیف شما را مثل روز اول پاک می کند. دکتر عین ف دارای دکترای پولشویی از دانشگاه MIT در کوتاه‌ترین زمان ممکن کثافت را از پولهای شما می زداید. پولهای کثیف خود را در هر نقطه از دنیا به دکتر عین ف تحویل داده و ظرف 48 ساعت به صورت ملک کلنگی، برج مسکونی، کارخانه، باشگاه فوتبال یا مؤسسه فرهنگی هنری در داخل کشور تحویل بگیرید. شماره های تماس در امریکا، دبی، تاجیکستان و قشم. دکتر عین ف برای پولهای کثافت شما. سلام، با برنامه صدای شما در خدمتتون هستم. سوال این هفته اینه که با توجه به اینکه شرایط اقتصادی تغییر کرده و مردم از یک رفاه نسبی برخوردار شدن، تفریحاتشون چیه؟ بفرمایید. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. تفریح من و بچه‌هام اینه که هر شب تا دیر وقت منتظر بمونیم شوهرم از سر کار بیاد خونه. اما چون ساعت کاری زیاده، خیلی دیر میرسه و بچه‌ها خوابشون میبره. من میخواستم از مسئولین خواهش کنم ساعت باز شدن مدارس رو یکم دیرتر بندازن. ممنون، اسماعیلی هستم از فلات افشاری. بفرمایید. سلام، ما خونمون نزدیک ریل راهنه. روزی 20 تا قطار از جلوی خونمون رد میشه. تفریح ما اینه که خانوادگی جمع میشیم، با سنگ میزنیم چوشی قطار. آخرین بار پلیس هم اونو گرفت چون دوتا مسافر ضربه مغزی شدن. من یه سوال دارم از مسئولین. چرا به جای اینکه از شیشه های نشه واسه قطار استفاده کنید، جلوی تفریحات مردم رو میگیرین ها؟ ممنون، کلاه دش هستم از دژآوا توابع استان دوشقین. بفرمایید. سلام، میخواستم بگم برنامه‌تون خیلی بدآموزی داره. ما از اون خانواده‌هاش نیستیم که بچه‌هامونو ببریم تفریح. لطفاً تو برنامه‌تون این چیزا رو آموزش ندین، بچه‌های مردم هم از راه به در نکنین. خیلی ممنون، سکندری هستم از تهران. بله، بفرمایید. ببخشید، سوالتون چی بود؟ با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و مردم از یک رفاه نسبی برخوردار شدن، الان تفریحاتشون چیه؟ نانو نه نکن بابایی. نه بلکن بابایی و بلکن. خیلی ممنون از برنامه خوبید. بفرمایید. سلام خانم، من یه شعر گفتم با کلمه یه تفریح با اجازه براتون میخونم. به به، بفرمایید. تفریح تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، ای به فدای چشم تو. این چه نگاه کردن است؟ گذرآبادی هستم از گذرآباد. بفرمایید. سلام خانم، عذر میخوام، سوال برنامه‌تون چی بود؟ با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده، مردم از یک رفاه نسبی برخوردار شدن، الان تفریحشون چیه؟ بله، من 7 تا بچه دارم. بعد از کار شبو بچه‌هامو ترک موتور میذارم میبرمشون واسه تفریح بالای شهر. از وقتی هم که اتوبان 100 درست شده، نیم ساعته میرسیم نیاوران. جا داره واقعا از مسئولین تشکر کنم. امجد هستم از میزه. بله، خب شنوندگان عزیزمون، الان زمان پخش اخبار هست. با هم خبرها رو میشنویم. من دوباره خدمتتون خواهم بود. بنفش باشی. نظر شما چیه؟ اصلا حرف بزن ببینیم صدا چه جوریه. الهی قربونت برم، راست میگی، بده حرف بزن. بگو بابا. چی بگم؟ راستش من اصلا توقع زیادی ندارم. فقط آرزو دارم که یه زندگی داشته باشم پر از آرامش، تفاهم، یه زندگی که زن و شوهر همدیگر رو بفهمن، همدیگر دوست داشته باشن. آفرین، احسن بر تو. دختر گل. خب به سر گلم. جناب داماد، نظر شما چیه؟ عزیزم خجالتم میکشه. بگو پسرم.
منم با مریم خانم موافقم. تو سرم سقف بالا سرمون باشه، از صبح تا شب مثل دوتا مرغش فقط جیک جیک کن. آری کالله وای، کاملا موافقم. دوست دارم تنها صدایی که از خونم میاد صدای خنده و خوشبختیمون باشه. خوشبختی و جیک جیک. حرفامون هم همه حرفای عاشقونه، خوراکیمون هم حرفای شاعرونه باشه. بلا جیک جیک کنم دیگه. آره دیگه، برید برید تو حیات، بقیه جیک جیکتون رو تو حیات بکنید. برید برید برو دخترم، برو دیگه، پاشید دیگه. الهی قربونتون برم. ببینید خب الان دیگه رو چقدر بزنم؟ خواهش میکنم شما اول اون مهریه رو حساب کن آقا. ما هم رسممونه، مهرمونم که سال تولد 1372. حساب بفرمایید. ببینم اگه اینجوریه با این حساب جهیزیه زیر 100 میلیون ما پس میفرستیم. خب پس یادتون باشه که شیربها هم ما داریم. میخوای که این برگارم که امضا کردیم شیربها. و اگه اینطوریه که نامزدی و بله برونم پای شما میفته دیگه. پس جشن عروسی چی میشه؟ آره اونم توی باغ 5 ستاره میگیرم با استخر و سونا و جکوزی. خب 7 نوع غذا موسیقی زنده. ببینید 10 نوع غذا کنید چون مریم من لیسانس داره. چی خانم میذارین؟ پسر منم داره فوق لیسانسش رو میگیره. خواهش می‌کنم اون فاکتور موسیقی زنده رو لطف کنید قربان. اون دست منه. اون نیست. اینه. بعد خواننده‌شو نگاه کن معروف باشه، قیمتو با هم فهم. اینو همه به کنار. منزل و اتومبیل شما چی تعیین می‌کنید؟ یه 70 متری توی تهران پارس. قیمت یه فراید صفر. خب حالا چقدر؟ حالا چقدر شد؟ اجازه بدید فاکتور اون خواستگار قبلی رو بده. من چی داشت؟ خواستگار قبلی؟ اوه 120 متری تو فرشته ملک داشت، بهش ندادیم. فرشته بالکن و پارکینگ هم داره، ندادیم بهش. اون حساب بکن از اون خب من یه هکتاری دارم که میکنم پشتقوالی عروس. کجا هست این زمین؟ توی ورامی. اوه ورامی قیمتش زیاد بالا نیست. فوقه 300 تومن. جاندارانی هم در جهان زندگی میکنن به نام چینی، میلیاردها میلیارد، همه یک اندازه یک شکل. همشون تفریح و زندگی و زن و بچه رو گذاشتن کنار، فقط تولید میکنن. یعنی اگه شما مشتری باشین، از غزلیات سعدی گرفته تا منار جنبون اصفهان و از کشتیگیر با دوبنده آبی تا کمان ابروی یار، نسب و ارسالش هم با خودشونه. یعنی مورد داشتیم برای شوهر عمه طرف عمه چینی زدن، ارزون، بدون مراسم عروسی، بدون خواستگاری، بدون ماه عسل. نه خونه میخواسته، نه جهیزیه میخواسته، نه مهریه، نه شیربها. فقط نیست کیفیت اینا پایینه، عمه بعد از زایمان اول کلن پودر شده، با خاک انداز جمعش کردن. بد نیست اونجا آب و هواشون خیلی خوب نیست، اینجا همراه با مردم، همگام با مسئولین، اینجا رو به عنوان وطن خودشون انتخاب کردن. به منم بیشتر میچسبه. بیا عمو جون سالادم بخور، این تمیزه چنگال نوشه جونه بخور دیگه. آقا ببخشید. بله یه نوشابه محبت بکنید. بله ممنون. من برای این میخواستم. بذاریشون بله بزن جلوی. شما چه زحمت کشیدید میگفتید بنده میمدم براشون میذاشتم. نه دیگه اینجوری بهم نمیچسبید دیگه، نشستم حالا
بخور همیشه جونشو. این درشو باز کنم درشو. بخور. بخور قربونت برم. بخور قضا بخور. آرانشو. تعریف نکنی. بخور دیگه ببرم یه میچس بر. قضاست دیگه با هم میخوریم. قربان پیتزاتون حاضره. این پیتزا مال ایشونه؟ بله مال ایشونه. ایشون معمولاً غذاشون رو تلفنی سفارش میدن براشون میبریم، ولی امروز لطف کردن خودشون تشریف آوردن اینجا. ایشون صاحب برژه چهارگلو تو زعفرانیه هستن. زعفرانیه. با ایزاتون.